تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون د خدای په نصرت د ایمان په قوت په ننګ. بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون الهجره، سلام بر شما. با برنامه تحول روز خوش آمدید. موضوع بحث: سفر هیئت‌های امارات اسلامی افغانستان به کشورهای ترکیه و ازبکستان. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در یک سفر رسمی به ازبکستان و دیدار وی با برخی از اعضای کابینه آن کشور. به همین ترتیب آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور به ترکیه و دیدار وی با وزیر امور خارجه و دیگر مقامات آن کشور. این که در این سفرها تا چه حد میتوان بر روابط اقتصادی و سیاسی بین دو طرف تأثیر گذار بود، در رابطه با همین موضوعات با مهمانان عزیز خود بحث بررسی میکنیم. مهمانانی که در این بحث حضور دارند: جناب آقای محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان، و همچنان آقای عبدالجبار اکبری، آقای امور سیاسی. بسیار زیاد خوش آمدین آقای اکبری و همچنان حبیب صاحب. بس خود را با اکبری صاحب آغاز میکنیم. جناب آقای اکبری، به عنوان سوال نخواست از سفر معاون رئیس الوزرای دولت امارات اسلامی افغانستان شروع میکنیم که این سفرها از دید شما تا روی چه ملحوظی صورت گرفته و کدام موارد مطرح بحث است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معتصم و به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. با سلام و درود خدمت شما، خدمت جناب حبیب صاحب، خدمت همه مردم شریف و آزاده افغانستان. شما مستحضر هستین که افغانستان یک تحول سیاسی تازه را با خود داشت و تحریک طالبان یا امارت اسلامی برای جغرافی افغانستان تسلط حاصل کردن، تمام جغرافی افغانستان اینا تصاحب شدند و همانطور شما مستحضر هستین که اینا سفرهای متعدد داشتند. با البته سفر اولشان به قطر بود با مقامات بلندپایه حکومت ایالات متحده آمریکا. همانطور اینا به کشورهای همسایه هم سفری داشتن، یک سفری که در آخر با کشور دوست ترکیه داشتن، همانطور با ازبکستان. شما میدانین که هر قدر امارات اسلامی سفرهای به اصلاح در چین وضعیت بد اقتصادی با کشورها مراودات و تعاملات داشته باشند، همان قدر این سفرها را مردم افغانستان استقبال میکنند و هر قدمی که در راستای صلح و ثبات افغانستان برداشته شود مردم افغانستان استقبال میکنند. شما میدانین که افغانستان کشوری است که 42 سال جنگ تجربه کرده است و هر کودک و هر فرد این جغرافیا از جنگ خسته است و این سفرها را ما مثبت تلقی میکنیم، منوط به اینکه همین کشورهایی که حالا سفرها به این کشورها صورت گرفته، اینا یک مقدار در قسمت ثبات سیاسی افغانستان، در قسمت از اینکه اینا چگونه بتونن امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند و چگونه بتونن که در چنین وضعیت بد اقتصادی که امروز بالاتر از 500,000 انسان در جغرافیا گرسنه میخواد، اینا یک مقدار فوکس و تمرکز داشته باشند. ما هر قدر با جهان تعامل داشته باشیم، هر قدر با جهان مراودات داشته باشیم، تعاملات سیاسی داشته باشیم، اما قدر ما را دنیا به رسمیت بشناسند. و این سفرها بابت ازی است که اینا بخوان امی گره کوره که حالا در قسمت شناسایی امارات اسلامی است، این گروه این گره باز شود و اینا را دنیا به رسمیت بشناسه و این ممکن این دیدارها روی این ملحوظات صورت گرفته باشه. بله آقای اکبری، بعضی از کشورهای همسایه ما به نحو نگرانی دارن از این که گفته میشه که بعضی از نیروهای خودم در مرزهای کشورهای خود جابجا کردن. نگرانی اینا بابت چی است؟ چرا اینا نگرانی دارن در حالی که همواره امارات اسلامی افغانستان اطمینان داده که خطر متوجه هیچ کشور از آدرس افغانستان نیست؟ در این جای شکی نیست که امارات اسلامی به اصطلاح فراخوان داد به تمام کشورهای همسایه که هیچ تهدید و هیچ کشوری نمیتونه که از افغانستان علیه خاک استفاده بکنه و این را با در خور ستایش میبینیم. ولی شما میدونین که در افغانستان ده ها پدیده، ده ها تهدید است. امروز شما میدونین که یک خطر بسیار کلان برای حکومت فعلی افغانستان و برای کشورهای منطقه امروز داعش است و مشکلات یا چالش های عمده ای که کشورهای منطقه نسبت به افغانستان دارن، اینا حراسشون به این است که مبادا از اینجا افراطیت یا رادیکالیسم یا همین گروه های به اصطلاح اسلامی تنده مبادا به این کشورها درس کنه و باعث آزار وضعیت و باعث به اصطلاح فروپاشی سیاست اونها شود. خب امارات اسلامی افغانستان هم مورد تاکید بر کرده که گروه های تروریستی در افغانستان جای نداره و اونا سرکوب خواهند شد. چنانچه آقای
زبیلا مجاهد اونا گفتن که گروه داعش به عنوان مثال یک گروه تروریستی است، اونا یک تهدید نیستن بلکه یک دردسر هستند. خب من فکر میکنم که اگر اینا دردسر هم باشن، شما مستظر هستین که دو حمله بسیار بزرگ داعش در افغانستان انجام داد، یک حمله بسیار مرگبار در مساجد شیعان در ولایت کندوز و روز گذشتان در نماز جمعه نمازگزارای در ولایت کندهار مورد هدف قرار داد که تومی از او تمام افراد و اشخاص بی‌دفاع بود. بله. اگر قرار به این باشه که ما بگوییم که داعش یک مزاحمت است، یک تهدید، پس چرا این خود در نظر آب میترخونه که باعث به اصطلاح از بین بردن افراد و بی‌دفاع و مظلوم این جغرافیا میشه. بله. و تمام ما قربانی بیشتر در او زمان هم داشتیم، ولی من فکر میکنم که اگر قرار به این باشه که ما داعش به اصطلاح مزاحمت فکر کنیم و تهدید فکر نکنیم، طبعا اینا بزرگ میشن. شما دیدین که در اوایل داعش بسیار به اصطلاح در زمان حکومت آقای غنی داعش به اصطلاح کم رنگ دیده میشد، ولی پس از با وجود آمدن یا ریکار آمدن امارت اسلامی شما دیدن که حتی خود طالبان هم اظهار داشتن که داعش یک مقدار قوی تر شده و این باعث نگرانی مردم میشه. امروز شهروندان از امارت اسلامی توقع امنیت دارن. شما برای شهروند اگه وقتی که امنیت تامین کردین، وقتی که ما یک ثبات سیاسی داشتیم، وقتی که ما مراودات با دنیا داشتیم، طبعا ما میتونیم که در برابر این پدیده شون بتونیم که به اسلام مبارزه هم از جانبه داشته باشیم. مردم افغانستان از هر گزینه کرده امروز ما به امنیت نیاز داریم، امنیتی که منوط به ثبات سیاسی شود، ثبات اقتصادی شود و ما به اسلام بتونیم یک منان با حلال با عزت بتونیم پیدا کنیم و او را نوشجان کنیم. بخیر باشین آقای حبیب. بیاین در رابطه با سفر سرپرست وزارت خارجه کشور به ترکیه صحبت بکنیم. آقای امیرخان متقی با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار داشتن و همچنان با دیگر مقامات عالی رتبه کشور ترکیه. این سفرها و همچنین چنانچه که به ازبکستان هم یک هیئت رفته بود، چقدر میتونه در تأمین مراودات دو طرف همچنان در تأمین روابط بین دو کشور مؤثر واقع شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به شما و به همکاران محترم شما و میهمان عزیز حاضر در برنامه جناب آقای اکبریس و همچنان به بیندای نهایت عزیز رادیو تلویزیون الهجره در کشور، اولتر از همه آغاز کار دوباره رادیو تلویزیون الهجره را به شما و به همه همکاران و دستم در کارانی ای رادیو تلویزیون ما تبریک میگم و از خداوند پیروزی شما را در جهت خدمت به اسلام عزیز، بر افغانستان مظلوم و به مردم مسلمان و درد رسیده و رنج کشیده افغانستان رجامن میباشم. جناب آقای سیدی اکبری صحبت های خوبی را انجام دادن بعد از اینکه نیروهای مسلح تحریک اسلامی طالبا توانستن در افغانستان حاکمیت حاصل بکنن و قشون تابدندان مسلح آمریکا و ناتو را در کشور نه تنها به شکست مواجه بسازن بلکه مجبور به فرار ذلیلانه ساختن. حالا زعامت افغانستان، اقتدار افغانستان، مدیریت افغانستان و مدیریت 35 میلیون مردم مسلمان خداپرست و مجاهد افغانستان و دوش تحریک اسلامی طالبا و امارت اسلامی افغانستان می باشد. فلحاظا در چنین یک برهه اساسی از زمان بر رهبرای عزیز تحریک اسلامی طالبان افغانستان و امارت اسلامی افغانستان این ضرور است که به خاطر اولا خو گرچه خو ما مشکوریم از ایشان در قسمت برقراری امنیت، نظم و ثبات کوشیدن، موفق بودن، لله الحمد. نیروهایشان داخل کابل به شکل بسیار خوب شدن که این کابل از یک درگیری خونین و آتشین این مسئول شده، همچی یک حرکت صورت نگرفت که هم تقریبا یک لطف و مرحمت پروردگار بود که همی کار صورت و شکل بسیار مسالمت آمیز و خوب و سایر شرای دیگه. حالا چیزی که ملت ما به او ضرورت دارن، این نیاز ما برم دارن، مسئله اقتصاد است. امنیت حال لایل هم خوب شد در کابل و سایر شرای افغانستان که میانه من ایسه به اصطلاح یک امنیت آورنده یا ثبات آورنده برای کابل و سایر شهرها و قصبات و مناطق افغانستان تحریک اسلامی طالبا این مقام کسب کردن که من ازشان تشکری میکنم. دوم مسئله اقتصاد است که دو چیزی که ملت بیچاره تا به امروز
اضافه از 42 سال در آتش جنگ ها سوختن، در آتش تجاوزات بیرونی ها سوختن و همچنان در آتش ناداری و بدبختی و بیچارگی سوختن. مسئله اقتصاد هست. بله، آقای حبیب، در رابطه با اقتصاد شما کدام دیدگاه، کدام نظر مشخص دارین که بله. امارات اسلامی افغانستان چه کارهایی را باید روی دست بگیره تا این که مردم حالا به گفته شما که به مشکلات اقتصادی مواجه هستن از این مشکلات بیرون شود؟ جناب آقای سیدی اینمی که سفرهای رهبرای تحریک اسلامی طالبان یا وزیر صاحب خارجه امارت اسلامی یا معاون صاحب وزرای امارت اسلامی افغانستان میرن، به ترکیه میرن، به ازبکستان میرن، به یک کشور میرن، به دیگر کشور میرن، کشورها را متقاعد میسازن که به خاطر خدا و به خاطر 35 میلیون ملت مسلمان عذاب دیدی افغانستان شما همکاری شما را در عرصه‌های مختلف شما این را مستولی بسازین که تا جای این در ترکیه نتایج خوبی داشته که ایت امارت اسلامی به رهبری جناب مولوی صاحب امیرخان متقی و سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان در ترکیه رفتن، این دستاورد خوبی داشتن. ما باز هم نیس رئیس یک حزب سیاسی از زعیم محترم جمهوری ترکیه تشکری میکنم که وعده هایشان در عرصه های کمک های اقتصادی و همچنان امنیت گرفتن امنیت میدان هوایی کابل وعده دادن و حتی من تشکری میکنم که از دنیا و از ایالات متحده آمریکا و غرب و کشورهای اروپایی خواستن که ملت مسلمان مظلوم افغانستان در این مدت یک برهه اساسی از زمان به مشکلات جانکاه و طاقت فرسای اقتصادی مواجه نسازین. او نمو امکانات پول دارایی که او در حقیقت پشتوانه مالی افغانستان بود او را مسدود نکنین، او را در انحصار خود قرار ندین، او را به اصل او را دیگه محبوس نسازین، بتین بسپارین. این خیلی اقدام خوبی بوده. پولی مردم افغانستان که منجمد شده و ایالات متحده آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر این پول بلاک کردن، چرا پول مردم افغانستان اینا پس در اختیارشان قرار نمیتن؟ روی چی ملحوظ، روی چی بهانه اینا میان پول مردم افغانستان بلاک میکنن؟ آقای سیدی یک چیز ما اگر لب لوا به گفه بذارم بگویم، بله، جهان خصوصا غرب و شرق، منظور ما از اونمو قدرت ها عبر، گرچه شرق در نتیجه جهاد بر حق مجاهدین قهرمان و ملت مجاهد مسلمان افغانستان که در رأسشان هم شوروی سابق بود برای همیش از جغرافیای دنیا محو و نابود گشت به لایل هم، اما امریکا که خود یک تاز میدان مبارزه در دنیا نشمارن، اینا از اسلام اصیل، از تحقق شریعت غرای محمدی، از برقراری یک حکومت اسلامی در یکی از گوشه دنیا سخت اعراض دارن، سخت تشویش دارن، سخت وحشت دارن. این که تحریک اسلامی طالبای افغانی تقریبا این تلاشگر در جهت مبارزام کردن در جهت تحقق شریعت غرای محمدی در طول 20 سال رزمیدن و همچنین در قراری حکومت اسلامی فلحاظا برای دنیا، برای کشورهای استکباری این دیگر خوشایند نیست، یک زنگ خطر، نه تنها زنگ خطر بلکه ناقوس مرگ از اونا رو به صدا در آوردن. تشکر آقای. دیگر روی اساس اونا آل به وحشت افتیدن، این تقریبا خواستن که از اینمی منجمد ساختن پول پشتوانه ارزی افغانستان بتانه یک ضربه مهلک رو بر افغانستان بزنن، اما ما برشان میگم که شما این ضربه رو بر امارت اسلامی نمیزنین، شما این ضربه رو بر تحریک اسلامی طالبان افغانستان نمیزنین، این ضربه رو با این اقدام هجولانه لجوجانه تان، این ضربه رو بر 35 میلیون ملت مسلمان و عذاب دیدی افغانستان شما میزنین که در نتیجه خباثت ها و در نتیجه توطئه ها و دسایس شما امروز ما اضافه است 42 سال است که ملت ما در آتش جنگ ها و تجاوزات بیرونی ها می سوزن. شما هستین که در حقیقت این ملت ما را رنگ میدین، نه امارت اسلامی را، نه به اصطلاح تحریک اسلامی طالبان را. ما امیدوارم که در این عزم خاطر تجدید نظر کنن به خاطر 35 میلیون ملت مسلمان و شهید پروری افغانستان. تشکر. بینندگان عزیز، ادامه بحث ما پس از وقفه کوتاه.
تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون ساتلی د تورې گزار دی زمون د خدای په نصرت د ایمان په قوت پنن بینندگان عزیز به ادامه بحث خوش آمدید. آقای اکبری، در رابطه به گفته های وزیر امور خارجه ترکیه که اونا گفتن که با برخی از وزرای خارجه کشورهای منطقه قرار است به افغانستان اونا سفری داشته باشند و موضوعات را مطرح بکنند، شما همین سفرها را چگونه ارزیابی میکنین، مخصوصا در رابطه به این که امارت اسلامی افغانستان با همین کشورها بتونه یک روابط نزدیک داشته باشه، و همچنان در رابطه به عدم اشتراک روسیه و چین در نشست جی 20؟ ما فکر میکنم که سفرهایی که از طرف سران امارت اسلامی بلخص وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان به کشور ازبکستان و به ترکیه داشتن، اینا یک مقدار موضوعات و چالش های عمده فرارای مردم افغانستان اونجا بازگو شدن و ای که کشورهای منطقه چی اقدامی رو دست میگیرن این از زمان ثابت میسازن. اما زمانی که کشورهای جی 20 برنامه‌ای را برگزار کردن در رابطه با وضعیت بد اقتصادی افغانستان و در گذشته هم این کشورها در رابطه با افغانستان صحبت‌هایی داشتند، ولی هدف اساسی آن بود است که شما امروز می‌دانید که افغانستان زیر خط فقر 94% در زمان آقای غنی فقر 90% بود، ولی پس از روی کار آمدن امارت اسلامی 4% افزایش پیدا کرد و روی این موضوعات روی این موارد اینا بحث‌های همه‌جانبه داشتند. ولی چیزی که مردم افغانستان به اصطلاح انتظارش داره که همین کشورها دست به اقدام بزنن. شما امروز میدانین که سازمان ملل به عنوان یک سازمان بی‌طرف و عنوان یک سازمانی که حامی حقوق بشر است، کسایی که به اصطلاح بی‌بضاعت هستن، مستضعف هستن، همه وقت این سازمان به اصطلاح صدا بلند کرده که ما همکار هستیم و کمک‌های ما دوام داره. شما دیدین که در این شرایط بد اقتصادی ما شاهد نه تنها کمک نبودیم، شاهد بلاک پول‌های افغانستان بودیم که امروز تقریبا بالاتر از 5 6 میلیارد پول افغانستان امروز در بانک‌های جهانی بلاک است و مردم امروز نان سه وقت نان به اصطلاح به شکم سیر نمیتونه که اینا نوشیجان کنن. و همین کشورها رفتن برنامه برگزار کردن و صدا بلند کردن بالای سازمان ملل که شما هرچی عاجل بالای وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان شما توجه داشته باشین، اگر وضعیت به این شکل تداوم پیدا کنه طبعا ما دچار یک فاجعه انسانی میشیم. خب آقای اکبری، چرا توجه صورت نمیگیره؟ چنانچه ما شاهد هستیم چند قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست برگزار کرد، نشست سالانه اونا طبق معمول برگزار میشه و برگزار شد و در رابطه با افغانستان موضوعات مهم مطرح شد و به خاطر کمک به افغانستان هم وعده های داده شد، ولی همین کمک هایی که کشورها وعده کرده بودن هیچ جامعه عمل نپوشید. بدون تردید شما میدونین که همین جامعه جهانی یا همین سازمان ملل از کجا آب میخوره. همین سازمان ملل که همیش مدافع حقوق بشر است، همیشه حرف از این میزنه که ما برای شهروندان بی‌بضاعت مستضعف کمک میکنیم، ولی شما میدونین که همین تحت سیطره ایالات متحده آمریکا است. بدون صحبت ایالات متحده آمریکا هیچ کاری کرده نمیتونه همین سازمان ملل، که اینا به اصطلاح حرف از این میزنن که ما کمک های ما بر افغانستان تداوم پیدا میکنه. وقتی که ایالات متحده آمریکا بی‌شرمانه افغانستان را ترک میکنه شبنگام و بسیار با ضلالت میره به کشور برمیگرده، اولین کارشی است که میره پول افغانستان را به اصطلاح بلاک میکنه. هدف از این که چرا پولای افغانستان را بلاک میکنه، هدف از این که چرا مردم افغانستان اینا در تنگنای اقتصادی قرار میدن، به خاطر از این است که امارت اسلامی دوباره به باغوش یا به دامن ایالات متحده آمریکا برگرده. در این صورت این غیر قابل قبول است، این به اصطلاح قابل قبول مردم افغانستان نیست. اگر امارت اسلامی به اصطلاح یک کارشیوه در نظر بگیره که منجر به ثبات دائمی به ثبات اقتصادی در افغانستان شوه، طبعا همین کشورهایی که حامی حقوق بشر هستن، همین کشورهایی که میخوان کمکاشون به افغانستان تداوم پیدا کنه، طبعا اینا کمکاشون افزایش پیدا میکنه. شما امروز میدونین که افغانستان بالاتر از 4 میلیون مهاجر داره. امروز اکثرا شهروندای ما امروز در کشورهای بیرون است، اکثرا شهروندایی که از ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت، حتی در زمانی که کابل تحت سیطره طالبان نبود، اینا دیدین که از ولایات بالاخره سرازیر شدن اومدن به مرکز، کونا در وضعیت بد اقتصادی بودن. الحمدلله ما سپاسگزاری میکنیم از هیئت امارات اسلامی بلخص وزارت مهاجرین که یک مقدار کمک‌های به اصطلاح کمک‌های نقدیه که مستقیم به دست خود امین مهاجرین به اصطلاح سپرده شد، این آفتابی ساختن. ما از طریق رسانه ها دیدیم که وزیر مهاجرین امارات اسلامی این را پیشکش کرد ده. ولی
این سفرهایی که شما میدونید که کشورهای اسلامی قرار است به شمول ترکیه و به شمول همین کشورهای همسایه افغانستان در رابطه با وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان نشستی در افغانستان برگزار کنند، ما امیدوار هستیم که این نشست در محوریت منافع ملی افغانستان باشه. ما در گذشته همین کشورها و سایر کشورها در رابطه با افغانستان اینا نشستهایی را برگزار میکردند، ولی محور توجهشان اقتصاد خودشان بود، اما پارادوکس یا تضاد منافع خودشان بود که این روی مسائل و به اسلام اقدام سیاسی خودشان بود. ولی ما امیدوار هستیم که ما امروز میدونیم که بالاتر از 40-50 کشور اسلامی امروز در دنیا حضور داره و این کشورها اعلان موجودیت کنند. وقتی که افغانستان یک کشور اسلامی است، 99% نفوس این جغرافیا مسلمان است الحمدلله، همین کشورها محور توجهشان باید افغانستان باشه که افغانستان بلخص امارات اسلامی را باید به اصطلاح پایه‌گذاری این حکومت اسلام است، اسلام به اینا ملاک است و به اساس آخوزهای اسلام اینا پیش میرن، همین کشورها یک مقدار لابیگری کنند. همون طوری که کشورهای شرق و غرب میخوان لابیگری برای خودشان و به سایر کشورهای به اصطلاح شرق و غرب کنند، همین کشورهای اسلامی ما امیدوار هستیم که در این نشست یک مقدار لابیگری کنند برای جهان، برای سازمان ملل، برای جامعه جهانی، هرچی عاجلتر اینا صدا بلند کنند که اینا تحریک طالبان را به رسمیت بشناسند و مردم افغانستان از این وضعیت بد اقتصادی بدر آید. اگر وضعیت به این منوال به پیش بره، مطمئن باشه، بازم تاکید میکنم که ما یک فاجعه کلان انسانی را ما اینجا به اصطلاح در راه است که با جمع کردن از اون نه امارت اسلامی میتونه رو جمع کنه و نه مردم افغانستان و نه همین کشورهای مدافع حقوق بشر. امیدوار هستم که این کشورها یک مقدار زیرکانه، هوشارانه و منافع و مسائل افغانستان را در نظر گرفته تا افغانستان واقعیت از این وضعیت بد اقتصادی بهتر آید. امیدوار هستم که چنین کاری شود. سز تشکر آقای حبیبیان. در رابطه با سفر معاون رئیس الوزراء باز هم صحبت داشته باشیم که به ازبکستان اونا سفر داشتن. چند قبل آقای عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز به افغانستان سفر داشتن و چنانچه ما شاهد هستیم حالا معاون رئیس الوزراء امارات اسلامی افغانستان به کشور ازبکستان سفر کردن. این رفت آمد ها، این دید و وادید ها چقدر میتونه مؤثر تمام شده و همچنان در رابطه به اقتصاد کشور، در رابطه به این وضعیتی که فعلا مردم ما و شما دوچارش هستن، چقدر میتونه مثمر و مؤثر واقع شود؟ آقای سیدی، قبل از اینکه ما به همین سوال شما پاسخ بگویم، یک موضوع را که چون نشد از مربوط مطلب قبلی بود کمومان، ما این را طور خاطر نشان میسازم بر جهانیان، به خصوص به غرب، که اگر شما با منجمد ساختن پول پشتوانه مردم افغانستان کوره رفتین منجمد ساختین به اساس عقدیتان که علیه امارت اسلامی و تحریک اسلامی در جهت برقراری شریعت و قرای محمدی در افغانستان داشتین کار کردین، ولی بدانین با خامین که شما با یک مبارزه خیلی درست جاندار یعنی همه جانبی 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان با یک مبارزه سیاسی و فکری و فرهنگی مواجه میشین و 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان به خصوص روشن فکرها، علما، دانشمندها، سیاسیون افغانستان همه علیه شما با این مبارزه برمیخوزن، به خاطر که شما در حقیقت دشمنی کردین با 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان، نه با امارت اسلامی. این دشمنی شما با امارت اسلامی یا با تحریک اسلامی تعلق، در حقیقت دشمنی با 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان است. علاوه بر ملت مسلمان افغانستان به خاطر امید دشمنی شما، به خاطر اینمی خواصت شما، ناگزیر است که به ضد شما دست به مبارزات سیاسی و فرهنگی طویل مدت هم از جانبه بزنم. آقای سیدی، ما یک چیز خدمت شما عرض بکنم که مثل که من پیشتر هم در صحبت خواهد گفتم که حالا خوب است که رهبرای عزیز تحریک اسلامی طالبان و امارت اسلامی افغانستان که وزیر خارجهشان رفتن در ترکیه، اونجا یعنی با چنگال پر برگشتن و حالا معاون محترم رئیس وزرای امارت اسلامی افغانستان به ازبکستان میرن به ادامه اونمو سفره که مقامات یکی از مقامات بلند پایی کشور ازبکستان به افغانستان آمده بود، حالا معاون صاحب رئیس وزرا رفتن به اوجه، این خیلی اینمی دیده بازدیدها و اینمی رفت و برگشتها و اینمی روابط خوب و اینمی کانتک هایی که بین مقامات امارت اسلامی و کشورهای اسلامی برقرار میشه، یک اقدام بسیار خوب است، یک در جهت اولا خود در جهت برقراری روابط دوستانه و برادرانه بین کشورهای اسلامی افغانستان با سایر کشورهای اسلامی منطقه و اسلامی، این خیلی مسئولیت داره. و از جانب دیگه
این در اینت یک برهای اساسی از زمان که وقتی که ترکیه رئیس جمهورش همکاری هم جانبیشان با مردم افغانستان خیر است. اگر اینا من یک چیز میگم، اگر اینا عرفهای دارن، نظریاتی دارن کورام، شاید بعضی از کشورهای نیرومنده که اینا با اونا یک روابط دارن از طریق از اونا یا بنایست یک بلندگوی از اونا تو میکنه، ولی به خاطر خدا، به خاطر مردم مسلمان افغانستان اینا روابط خدا خوب سازن با مردم افغانستان، با اینمی به خاطر 35 میلیون مردم افغانستان، با اینمی امارت اسلامی افغانستان، با اینمی تحریک اسلامی افغانستان، امیام اولاد امی وطن هستن، فرزندای امی وطن هستن، بیرونی ها نیستن، از ولایات مختلف امی وطن هستن، یه حق مشروعشان بوده، هست، مبارزه کردن 20 سال به این قسم. این کار بسیار نیکست. ما یک به خاطر هم برای امور کشور، برای خلقهای مسلمان همون کشورها مثل ترکیه و ازبکستان و حتی خوب از سر تاجکستان هم همین صدا را میزنم که بر جای سفارایی بیان فقط دوستی را روی دست بگیرن با مردم افغانستان، به خاطر 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان دوستی را روی دست بگیرن، دوستی را پیشکش کنن، نه سفارایی را، نه دشمنی را. اما در مسئله اقتصادی افغانستان، در مسئله رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان، این سفرها خیلی مسئولیت دارن. ما امیدوارم که اینمی قسم رهبرهای عزیز تحریک اسلامی طالبا، خصوصا اعضای کابینه امارت اسلامی، به ایران سفرهای بکنن، به پاکستان سفرهای بکنن، به تاجکستان سفرهای بکنن، به ترکمنستان و قزاقستان، به اینمی کشورهای اسلامی آسیای میانه سفرهای بکنن. خوب است برن حتی با روسیه برن، به خاطر کال روسیه آل هم خود بادار اینمی کشورهای آسیای میانه میتراشد. من امیدوارم که خلقای مسلمان امی کشورهای آسیای میانه که به آزادی رسیدن دیگه اجازه نتن که او باداری قبلا که روسیه شوروی سرشان داشت دیگه دوباره بیان او تکرار شود. متوجه باشن که استقلال خود حفظ کنن، درست است ثوابت داشته باشن، اما خوب است که آیت ما زعمای امارت اسلامی برن به روسیه، برن به اونام روابط داشته باشن، بگوین ما تعهداتی را که قبلا سپرده بودیم که از خاک افغانستان هیچگاهی به بیرون از افغانستان چه کشور اسلامی چه کشور غیر اسلامی عملات صورت نمیگیرن، ما به اون متعهد هستیم. شما دیگه بهانه تراشی نکنین، شما به خاطر دخالتهایتان که مثل گذشته ها دیگه بهانه تراشی نکنین در امور داخلی ما به می رقم. اما یک چیز ما آقای سعیدی من در یک از رسانه ها هم در سایر رسانه ها هم همین پیشنهادم است به رهبرهای محترم تحریک اسلامی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، که خوب است که حالا همین رقمه که مجاهدین قهرمان که من هم افتخار عضویت و نمو مجاهدین قهرمان دارم که قشون سرخ شوروی را نه تنها در افغانستان به زانو در آوردیم شکست دادیم، بلکه جغرافیای دنیا دور ساختیم، یک افتخار بسیار بزرگ به اسلام، عالم اسلامی و برای مردم مسلمان افغانستان بودن. اینم قسم مجاهدین امارت اسلامی هم امریکا را شکست دادن، متحدینش را شکست دادن، ناتو را شکست دادن. این دو افتخار بسیار چیز. آقای سعیدی لله الحمد که پدرها و نیاکان ما شما او افتخار شکست بریتانیای زمانه که امپراتوری میتراشید خدا او را به اصطلاح شکستش افتخار داشتن، اولادشان، سلالهایشان، فرزندانشان که عبارت از ما بودیم، ما و شما بودیم، شوروی و امریکا را شکست دادیم. حالا من یک چیز ما میخوایم که رهبرای عزیز تحریک اسلامی طالبا روابط خدا با کشورهای اسلامی، با کشورهای عربی، با پاکستان، با ایران، با کشورهای آسیای میانه، با ترکیه، حتی با هندوستان، به خاطر که اونجام تقریبا 500 میلیون مسلمان در هندوستان زندگی میکنه، به خاطر مسلمان های هندوستان روابط خود جور بکنن، صحیح بکنن. این مراودات روابط و آمد رفت و داد ستده به اصطلاح بین اینمی افغانستان و اینمی کشورهای اسلامی به وجود بیایه، اقتصاد با به اصطلاح جور شده و از طریق افغانستان اموال تجارتی ایران و پاکستان برن به کشورهای آسیای میانه، از اونا برن به کشورهای این کشورها و یک دیگه دست امریکا و دست متحدین امریکا، دست اتحادیه اروپا، دست جهان غرب دیگه از سرنوشت ما، از سر ما و ملت مسلمان افغانستان برای همیشه دیگه بریده شد و کوتاه شد. تشکر. آقای اکبری برمیگردیم به شما و در رابطه با منجمد شدن پولای افغانستان صحبت میکنیم.
امریکا و متحدانش چرا پولای مردم افغانستان را چنانچه من قبلا اشاره کردم به گروگان گرفتن و همچنان در برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان چرا کشورها تعلل میکنه؟ خب ما فکر میکنم که منجمد شدن افغانستان بستگی به این داره که تنها هیچ کشوری از دنیا امارت اسلامی را برسمیت نشناخته به شمول ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا فراخوان داد تا زمانی که روی کرد یا عمل کرد امارت اسلامی تغییر نکنه ما امارت اسلامی را به رسمیت نشناختیم، در حالی که شما در دو ماه پسین دیدین که امارت اسلامی یک مقدار تسامح و مدارا داشت نسبت به مردم افغانستان. اون روی کرده که در دهه 70 داشت از اون روی کرد کاملا امارت اسلامی تغییر کرده است، برای مردم افغانستان فرصت دادند و رسانه ها که به اصطلاح به مثابه قانون رکن چهارم قانون هستند به اینا ارزش قائل شدن، رسانه ها فعلا باز از کار میکنن. این موارد یک مقدار به اصطلاح مواردی بود که میشد که توجه آمریکا را جلب کنه که تا این جای کار نکردم. آقای اکبری بسیار زیاد ببخشید، یک وقفه کوتاه میگیریم، ادامه بحث شما را پس از وقفه میشنویم. بینندگان عزیز ادامه بحث ما پس از وقفه کوتاه. تاریخ پمیران اقرار د زمون ساتل د توري گزار د زمون، تاریخ پمیران اقرار د زمون ساتل د توري گزار د زمون، ساتل د توري گزار د زمون، د خدای په نصرت د ایمان په قوت پننګ. به ادامه بحث خوش آمدید. آقای اکبری بفرمایید. به او خاطر در رابطه با این که چرا پولهای افغانستان منجمد شده است، این یک فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا است و آمریکا یک سری تعزیرات بالای امارت اسلامی وارد کرد. این تعزیرات نه تنها بالای امارت اسلامی بلکه بالای 35 میلیون نفوس بی‌دفاع این مرزبوم تاثیر خاص خود کرده است. امروز شما می‌دونید که اقتصاد ما تکه و پارچه شده است. امروز ما اون معاملات یا اون داد و ستدی که با کشورهای منطقه و فرامنطقه داشتیم همه چیز بسته است و شما دیدین که روز قبل مرز ترخم بالای افغانستان بسته شد و ما همین طور مثلا مراوداتی که با بنادر چابه‌ها داشتیم، با مثلا ازبکستان داشتیم و با این طرف با شیرخان بندر داشتیم، یک مقدار سکتگی در داد و ستد تجارتی اینجا رخ داد. طبعا وقتی که یک نظام تغییر میکنه، وقتی که یک نظام فروپاش میشه، طبعا یک سلسله مشکلات اقتصادی سیاسی بالای یک کشور رونما میشه. و این که حالا آمریکا بی‌شرمانه میخواد که امارات اسلامی دوباره به دامان ایالات متحده آمریکا رجوع کنه و از دامن زیر محکم بگیره تا اینکه پولهاش منجمد کنه، این وضعیتی است که آمریکا هیچ وقت نمیخواد که افغانستان به اصطلاح به دست بده. شما امروز از دست بده. شما امروز میدونید که سیاست راهبردی روسیه که امروز غول اقتصادی به اصطلاح کشورهای آسیای میانه است، یک سیاست به اصطلاح اماغوشی با امارت اسلامی شده است و سیاست مغرضانه نسبت به داعش شده است. امروز شما میدونید که کشورهای شرق دور، چین و ژاپن، به نحوی تلاش میکنند که در سیاست افغانستان خود نزدیک ببینند، همانطور کشورهای آسیای میانه به عنوان مصداق روسیه که امروز غول اقتصادی است و در گذشته هم، و اینو یک مقدار نگرانی و چالش و یک زنگ خطر ایجاد میکنه برای ما، برای ایالات متحده آمریکا که مبادا یا با امارت اسلامی افغانستان اماغوش شوند، همسو شوند و یک تهدید بسیار کلان نسبت به منافع اقتصادی ایالات متحده آمریکا شوند. و این موارد باعث شده است که اینا پولهای افغانستان را منجمد ساختند، نخواستند که به اصطلاح اون پولهایی که واقعا از تمام فقرای افغانستان است، از تجار متشبثین افغانستان است. شما امروز میدانید که متشبثین افغانستان دستشان بسته شده از وقتی که حتی شما دیدین که وزارت اقتصاد افغانستان صدا بلند کرد، وزارت تجارت افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان صدا بلند کرد، بالای جامعه جهانی، بالای آمریکا که شما پولهای مردم افغانستان شما از منجمد شدن از بلاک بکشین که مردم افغانستان اقتصادش یک مقدار وسعت ببخشه و ما از این حالت بد اقتصادی بتریم. ولی بدبختانه کینا گوش خود کر انداختن. ایالات متحده آمریکا بی‌شرمانه در پای ازی است که همان طوری که سیاست مغرضانه خود در 20 سال پسین بالای مردم افغانستان داشته است و ما بارها گفتیم از این تریبیون از تریبینای مختلف که هیچ گاهی آمریکا عاشق چشم ابروی مردم افغانستان نیست، هر چی بستگی داره به منافع افغانستان. شما دیدین که حتی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور آمریکا هم اشاره داشتن که ما به افغانستان به خاطر ملت سازی نامده بوده، ما دنبال یک مقدار به اصطلاح اون مواردی بودیم که بستگی به خود ما داشت که ما به اون اهداف ما رسیدیم. ولی اینا هیچ وقت نمیخوان که یک ثبات سیاسی افغانستان از این وضعیت بعد. شما امروز میدونید که افغانستان تخته خیست به همین کشورهای به اصطلاح غول اقتصادی سیاسی شده. افغانستان تقابل استراتژی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده. یک مقدار این کشورها میخوان که از وضعیت بد اقتصادی امروز امارت اسلامی هم پول به دستشان نیست که واقعا اونها مداراشن بر مردم افغانستان کاری بکنن که مردم از این وضعیت بد برای اینا
میخوان که از این موارد بیشتر استفاده سو کنن به سود خودشان. و به اینجا است که بس همه چیز فعلا بستگی بازی فعلا به دست تحریک طالبان یا امارت اسلامی. امارت اسلامی باید از کارشیوه استفاده شوه که منجر یک مشت محکم یک مشت آهنین به دهن آمریکا بزنن که شما هر قدر پول افغانستان را بسته کنین هست در کشورهایی که با ما مراودات کامل داشتن. جدای از ایالات متحده آمریکا دیگر کشورها چرا در رسمیت شناختن امارات اسلامی افغانستان عجله ندارند یا ای که بالاخره امارات اسلامی افغانستان به رسمیت میشناسند ولی چرا حالا به رسمیت نمیشناسند؟ من فکر میکنم که این سفرهایی که سران امارات اسلامی، رئیس الوزرای امارات اسلامی و همچنین وزیر خارجه امارات اسلامی نسبت به کشورهای منطقه داشت یک مقدار روزنه را بازتر، روزنه امید بازتر کرده است که اینا اول میخواهند که یک مقدار دیدگاه امارات اسلامی را با خود داشته باشند که اینا با چی روی کرد میخواهند که حکومتشان شکل بگیره و پس حکومت مشارکتی را همین کشورها مدرک کردن، بس حکومت همه شمول مدرک کردن، بس در نظر گرفتن حقوق ادبای افغانستان، حقوق اقلیت ها را در نظر گرفتن، حقوق بشر این موارد. اینا میخواهند که دیدگاه طالب ها را با خود داشتن، پس از اینکه اینا دیدگاه امارات اسلامی را با خود گرفتن خواستن که اینا واقعا در جهت شکوفایی افغانستان گام های مثبت و ارزنده برداشتن، اینا طبعا شناسایی را آغاز میکنن. ولی اینا فعلا متوجه هستن هر کشور فقط دست بالاش است میخواهد که ایالات متحده آمریکا چگونه یک بازی را نسبت به افغانستان همین کشورهایی که فعلا گفتم دو بلاک شرق و غرب ایالات متحده آمریکا و این طرف هم در شرق روسیه و اینا فعلا بی‌شرمانه تلاش دارن که چگونه بتونن به اصطلاح سیاست خود نسبت به افغانستان روز به اصطلاح مرئی ببینن، سیاست نامرئی شونه و این کشورها فعلا اینا رو نظاره‌گر هستن. ولی چیزی که فعلا بستگی داره او به سران امارات اسلامی است. امارات اسلامی به اینا گویزت کنه که در 20 سال که شما مخروزانه و به اصطلاح ناصادقانه نسبت به افغانستان نگاه داشتین، اون نگاهایتون رو بردارین، کوشش کنین که ما می‌خوایم که روابط دیپلماتیک با شما برقرار کنیم، تعاملات تجاری داشته باشیم، تعاملات سیاسی داشته باشیم، تعاملات اقتصادی داشته باشیم، منوط به اینکه شما در سیاست افغانستان در سنگ اندازی نکنین. اگر شما در سیاست افغانستان شما دیدین در 20 سال پس این امین کشورهای همسایه به عنوان مثلاق ایران، پاکستان و همطور امین کشورهای آسیای میانه چقدر در سیاست افغانستان، در اقتصاد افغانستان دخالت کردن، به نحوی ظاهرا خود خوشبین میدونستان و در خفا میرفتن کار میکردن برای خودشان. امیدوار هستم که تحریک طالب ها یا امارات اسلامی ها یک مقدار به اصطلاح از ذهنیت باز خود کار بگیرن، با ملت افغانستان مشوره داشته باشن، از کادرهای فنی، از متخصصین، از اکادمیسین هایی که در افغانستان در 20 سال پسین اینا تجارب سیاسی، اقتصادی، نظامی را با خود داشتن، از اینا کار بگیرن، برن وارد صحنه شون. من مطمئن هستم که جهان اینا رو به رسمیت میشناسه و اینا یک حکومت ایران می داشته باشن که مساقش در کشورهای همسایه نماشه و اینا یک الگوی خوب برای کشورهای همسایه باشن. آقای اکبری سپاس از شما. آقای حبیب برمیگردیم به شما و در رابطه با دیدگاه هایی که آقای اکبری داشتن، اونا گفتن که هرگاه مقامات امارات اسلامی افغانستان به دیگر کشورها سفرهای داشته باشند، دیدگاه های او کشورها وسیع‌تر میشه و نظریاتشان در رابطه با امارات اسلامی افغانستان تغییر میکنه. چقدر همین سفرها باید ادامه پیدا کنه و چقدر میتونه مؤثر باشد در رسمیت شناختن امارات اسلامی افغانستان؟ جناب آقای سیدی، من قبلا هم در صحبت های خود گفتم که به هر پیمانی که اعضای محترم کابینه امارات اسلامی افغانستان، مثلا وزیر خارجه هست یا وزیر اقتصاد ما هست، وزیر تجارت ما هست، وزیر مهاجرین یا مثلا وزیر دفاع ما، وزیر داخلی ما، بعض از وزرای زیربطی که بتانن در قسمت جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی اینا مهمت واقعی شوند، اینمی سفرها واقعا اولا خب در قدم اول به نفع مردم مسلمان و مظلوم افغانستان است. به خاطر از اینکه اگر هر نوع فشار بالای امارت اسلامی دنیا وارد میکنن، بالای تحریک اسلامی دنیا وارد میکنن، در حقیقت این فشار بر گرده این ملت مسلمان مظلوم افغانستان هست. این ملت 35 میلیون ملت مسلمان مظلوم و پابرهنه و شکم گرستی افغانستان است که مشکلات این کول بار بدبختی ها و گرسنگی ها و بی سرنوشتی ها را عمل میکنن. بناهن آله که اگر دنیا حقوق بشر را دعوا میکنن، اعدام میکنن، حقوق بشر آیا 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان در جمله بشر حساب نمیشه؟ تو هر فشاری را که بالای امارت اسلامی کمی زعمای همی امارت اسلامی هم اولاد این 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان هست، فرزندان اینمی وطن هستن، فرزندان اینمی سرزمین هستن، بیگانه نیستن، بیرون از افغانستان نیستن. به می اساس آلا خوب است که رهبرای محترم تحریک اسلامی طالبا و امارت اسلامی افغانستان سفرهایشان اولا به کشورهای اسلامی، خوب است به کشورهای اسلامی، کشورهای عربی برن، مثلا سوریه، عراق،
تاجیکستان مثل که من یاد کردم، مثلا با حتی هندستان گفتم که به خاطر که 500 میلیون ملت مردم مسلمان در هندستان وجود دارد، به خاطر مسلمانای هندستان، و هندستان هم ناگزیر است، ناگزیر است که مراودی داشته باشه با مردم افغانستان، با امارت اسلامی افغانستان. این خیلی موثریت دارن، این خیلی خوب است، یعنی در حقیقت حلال مشکلات افغانستان و مردم افغانستان هست. و از طرف دیگه یک چیزی که جناب آقای سیدی میتونه این بانه امریکا و متحدین و اتحادیه اروپا را در نفخ خونساب سازه، ایجاد یک حکومت همشمول هست. گرچه لله الحمد خوشبختانه که رهبرهای محترم تحریک اسلامی طالبا این وعده را دادن، این گفتن که ما این حکومت هم از شمول هم به وجود میاریم، اما یک چیزی که ما متوجه شدیم از لابلای عرفهای بیرونی ها، رهبرهای امریکا و انگلستان و اتحادیه اروپا و همچنان از اظهارات رهبرهای محترم تحریک اسلامی طالبا، جهان غرب میخواست که اونمون نوکرایشان هم، اونمون جاسوسای سابقیشان هم بتانن بالای تحریک اسلامی طالبا، بالای امارت اسلامی تحمیل کنن به نام مشارکت در حکومت هم شمول اونا را بیارن. من حیث رئیس یک حزب سیاسی این برای محترم تحریک اسلامی طالبان میگم که این 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان از اون چهره هایی که در گذشت طول 20 سال به عنوان وزیرا و به عنوان والیا و به عنوان معاونین رئیس جمهور و به عنوان به اصطلاح معین ها اینا کار کردن، اینا نه تنها هیچ دستاوردی به این ملت مسلمان و مظلوم افغانستان نداشتن، بلکه جیبای خود پر کردن، بلکه برای خود بلند منزلا جور کردن در داخل و در خارج. حالا 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان از اون چهره های بدنام تاراجگر خیانتگر چپاولگر که امروز لله الحمد بلند منزلا و قصرهایشان سبیل ماند، از ما خسته هستن. حالا امریکا هم که میخواستن کنم اون چهره ها را دوباره، یا اتحادیه اروپا اون چهره ها را دوباره بر امارت اسلامی به عنوان جمعه به اصطلاح مشترکین یا شرکای حکومت هم شمول بر تحریک اسلامی طالبا یا امارت اسلامی طالبا او را تعمیل کنن. من تشکری میکنم از این پالیسی رهبرای امارت اسلامی که این موضوع را خوب فهمیدن، ولی پیشنهاد من هست مثل که پیشتر آقای اکبری گفت، امروز ما در فعلا در می افغانستان بهترین چهره های خوب داریم، جدا از اون مردم، بهترین چهره های کاردان و کارفام و با تجربه و خداپرست مؤمن که نه دستشان به خون اولادی وطن سرخ بده که در گذشته ها شکنجه کرده باشن اولادی وطن، کشته باشن در پولیگون ها و طور دست جمعی مدفون کرده باشن، و نه هم در تاراج چور چپاول دارایی عامه دولتی و غیر دولتی ملابس هستن. حسن امت چهره ها، چی احزاب سیاسی، چی فعالان جامعه مدنی، چی از علما و دانشمندا، ما امت چهره ها داریم متخصصین که فقط رهبرای عزیز تحریک اسلامی طالبا با جلب و جذب امت چهره ها که نه جدا از تحریک اسلامی طالبا هستن، بیارن در کنار خود، در زیر بال خود، در زیر چتر خود از اینا کار بگیرن، در بخش های مختلف، در عرصه های مختلف، عرصه های سیاسی، فرهنگی، تکنیکی، اقتصادی و غیره غیره از اینا کار بگیرن. و اینجاست که دیگر دنیا، امریکا و متحدینشان، اتحادیه اروپا دیگر نمیتونه بگه که والا حکومت هم شمول به وجود نامده. آقای حبیب، شما اشاره کردین به این که از تمام اقوام و اقشار افغانستان در اینجا افراد اشخاص شایسته هستند، اما دیده میشه با وجود که جنگ در افغانستان تمام شده دیگه امنیت تامین شده، اما باز هم بعضی از افراد اشخاص سعی میکنن که به خارج از کشور برن، دلیل از این چی هست؟ ما یک چیز اولا مسئله چی گفتین، ما یک موضوع را که میشه در دیگر رسانه ها هم گفتیم، اولا رهبرای محترم تحریک اسلامی طالبا و امارت اسلامی افغانستان کوشش کنن که مثل که تا حال لله الحمد خوب بوده، بسیار خوب بوده. این ما منعیس رئیسی اگز به سیاسی ما این تقریبا راضی هستم، ولی با آن هم تلاش رهبرای محترم تحریک اسلامی طالبا و می باشه که بیشتر یک باورمندی، یک سکون دل، یک جلب یا تصرف قلبه های مردم افغانستان در این قسمت کار بیشتر بکنن. حتی همی کارمندای محترم، کارمندای
دولتی را، چی در عرصه‌های نظامی، چی در عرصه‌های ملکی، چی در عرصه‌های به اصطلاح تعلیمی، عرفوی یا فرهنگی، مطبوعاتی، همه اینا را درست مورد نوازش و شفقت قرار دادن، تقدیر بکنن، برگردانیشان به وظایفشان، اینا را اطمینان بدن، حتی اینا را با یک سلسله حرکت‌های خوب مهربانی خود و اینا ثابت کنن که مثل که آقای اکبری گفت که آل رهبرای تحریک اسلامی طالبا، اعضای تحریک اسلامی طالبا، فعالان تحریک اسلامی طالبا خوبتر از گذشته ها، با تجربه تر از گذشته ها، برخوردشان با مردم بسیار خوب است که لای رمام تایید میکنم که بسیار برخورد خوب دارن، برخورد عالی دارن. اینه میره بست و گسترش بتن تا یک وحدت ملی، یک امدیلی و امسویی بین رهبرای و رهبرا و فعالین و اعضای تحریک اسلامی طالبا و ملت مسلمان ما، بعض احزاب سیاسی، چهره های سیاسی فرهنگی افغانستان به وجود بیان، یک وحدت ملی به وجود بیان. وقتی کلمه وحدت ملی به وجود آمد، ما هر چیز داریم، ما هیچ به کمک دنیا ضرورت نداریم. اینمی و اسلام معدنیات افغانستان، استخراج معدنیات افغانستان، تیل و گاز افغانستان، طلا و یورانیم ما را که گرچه امریکایی‌ها و انگلیس‌ها بودن بازم وجود دارن، همی از میای استفاده شد در پیشبرد اقتصاد افغانستان. بس. افغانستان خودکفا میشه. وقتی افغانستان که خودکفا شد، ما هیچ دیگه ضرورت به بیرونی ها نداریم. ما با سرنوشت خود و وطن و ملک خود حاکم میشیم. بله تشکر آقای اکبری. بحث خود جنبندی میکنیم و وقت ما محدود است، بسیار کوتاه بر ما بگوین که در داخل کشور جهت بهبود اقتصاد کشور از سوی مقامات امارت اسلامی چه کارهای مفید و عمده باید صورت بگیره؟ ما یک موضوع را می‌خوایم وضاحت بتوان، پس از اون میایم برای به پرسش شما. افغانستان از سه نقطه نظر برای کشورهای منطقه و برای جهان مهم است، از نقطه نظر جیوپولیتیک، جیو اکونومیک و جیو استراتژیک. اگر این سه نقطه را امارت اسلامی اینا مستحکم‌تر ساختن، وسعت بخشیدن، طبعا حتی میشه که دنیا با ما به اصطلاح در تعامل شود که این کار از خوده امارت اسلامی طالبا هست و ما امیدوار هستم که در این جهت اینا گام بردارن. اگر این سه نقطه یا این سه متغیر اینا محکم‌تر ساختن، طبعا دنیا اینا رو به رسمیت می‌شناسد. در صورتی که اگر اینا مدیریت نتونستن، طبعا باز دنیا اینا رو به رسمیت می‌شناسد. اما در قسمت پرسش شما، تلاش به این شبکه یک حکومت شکل بگیره که او در بسلا در تطابقت با مفکوره های اونها باشد. امروز شما میدونید که در تمام دنیا افکار یا من عرفی اول میزنم، امروز ما ریفراندوم یا همه پرسی داشته باشیم از تمام چهره های برجسته سیاسی، از کسایی که در 20 سال به افغانستان خدمت کردن، جدا از اون غاصبین، جدا از اون قاتلین، جدا از اون کسایی که برای گرده های مردم افغانستان به نحوی حکومت کردن، اینا در افغانستان به اصطلاح ماندگار هستند و فعلا هم هستند. به عنوان مثال جناب حبیب صاحب و سایر شخصیت هایی که فعلا میخوان در افغانستان کار، امیدوار هستم که امارت اسلامی یک میکانیزم مشخص و منظمی را اینا رو دست بگیرن که منجر به ثبات دائمی به افغانستان شود و کوشش کرد که از همین کدرهای نظامی، از همین کدرهای نظامی که در گذشته بودن، اونا دستشان با خون مردم ملوث نیست، اونا رو با خود بکنار، اونا تجربه دارن، تخصص دارن و این در قسمت در جهت بهبود بودن حکومتداریشان اینا را به اصطلاح تقویت میبخشن و اینا را دنیا به رسمیت میشناسن، جهان به رسمیت میشناسن. اینا یک حکومتی را دست میگیرن کوبا اصلاح، یک حکومت کارساز، یک حکومتی که حتی بتونه اردو برای اصلاح سازمان. تشکر، بسیار تشکر میکنیم از این یک مطلب بسیار کوتاه دارم. این یک مطلب بسیار کوتاه. رهبرای عزیز امارت اسلامی در قسمت ادامه تحصیل برای قشر نسوان ما، دخترای وطن، مطابق شرایط شریعت غرای محمدی یک توجه بکنن تا می دخترای وطن، اولاد که اولاد می وطن هستن، از ادامه تحصیل محروم نشند. بله، بسیار تشکر از حضور هر دو مهمان عزیز در برنامه، جناب آقای عبدالجبار اکبری، آقای مرسیوسی و همچنان آقای محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان. تشکر، بخیر باشید. بینندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنیم که تا این دم ما را همراهی کردید. این بود برنامه امروزی ما که تقدیم شما شد. تا بعد، خداوند یار و نگهدار شما. تاریخ پمیڑانا اقرار دے زمون ساتھ لے د توری گزار دے زمون تاریخ پمیڑانا اقرار دے زمون ساتھ لے د توری گزار دے زمون ساتھ لے د توری گزار دے زمون د خدای پ نصرت د ایمان پ قوت پننگ